در اعمال و کردارشون یا در گفتارشون مرتکب میشن درسته خیلی ها از دوستان شاید این ایراد بگیرن که چه نیازی به این مبحث هست در حالی که ما باید روش صحیح اون رو روی صحیح حج و عمره را به شما یاد بدیم و اصلا این هست که انسان مسلمان دنبال کس معلومات و علومی باشه که مستند و صحیح هست از قرآن و سنت تا اون رو انجام بده و به ثواب و عجر برسه ولی همیشه نادن... ندانستن آن کارهایی که کراحت داره یا حرام هست یا نباید انجام بگیره ندانستنش انسان را بعضی وقتا وارد چالشی میکنه که اون کار را مرتکب بشه از قرآن هم به این بحث پرداخته و سنت هم همچنین و ما به تبعیت از قرآن و سنت این مفس را امروز باز کردیم با اجازتون تا اینکه به بزرگوارانی این که از سراسر سر دنیا به حج خانه خدا مشرف میشند آزم حج و عمره هستند در واقع بدونن که خیلی کارها یا خیلی از کردار و گفتار رو نباید انجام داد در اونجا قرآن کریم در سوره مبارکه البقره در آیه خیلی زیبا و آشکار این چنین اشاره دارد الحج و اشهر معلومات حج در ماهای مشخصی است فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج پس کسی که در حج حج را بر خود فرض کرد یعنی عازم حج شد عازم سفری شد که میخواد در آن سفر حج رو انجام بدهد پس لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج مواظب باشه در این حج مرتکب کار زشت یا اخلاقی که نازیباست و یا جدال و پرخاش با دیگران نشود و ما تفعلو من خیر یعلمه الله و هر از کار نیک انجام میدهید الله از آن آگاست و تزودوا فان خیر زاد التقوا و زاد و توشه برای خود اندوخته کنید که بهترین زاد و توشه تقواست و تقونی اول الالباب و تقوای من یعنی الله پیشه کنید ای خرد اگر دقت بفرمایید قرآن کریم فرمود من فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کسی که عازم حج شد دیگه از هر کاری که رفث هست آره رفث چی مفسرین تفسیر های گوناگونی دارن گفتند هر سخن یا کرداری که مقدمه زشتی ها و بدی باشد. حالا بعضی تعبیر کردند به همبستری یا جماع و امثال اون و بعضی ها به هر کار زشت یا هر سخن نازیبا و نازیبنده تفسیر کردند. و همچنین لا فسوق و نه هم کاری که فسق باشد. فسق یعنی گناه و معصیت هم ممکن کردار و هم ممکنه که در لفظ و سخن باشد. ولا جدال و نه هم چی باشه درگیری مناقشه هایتون تند پرخاش به دیگران و هر چند که انسان محق باشد و همچنین در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث صحیحی که امام بخاری و امام احمد و امام نسائی و امام ابن ماجه رحمت الله علیهم اجمعین از صحابی جلیل قدر عبد الرحمن بن سخر مشهور به ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من حجه ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولادت امه رجع كيوم کسی که حج کرد و رفث و فسق و فجور انجام نداد مانند روزی برمیگردد از حج که تازه از مادر متولد شده یعنی بدون هیچ گناه و بدون هیچ معصیتی این چین نوید و مجره یعنی پاک شدن از تمام گناهان برای کسی است که برای کسی است که مرتکب اخطا و اشتباهاتی نشده باشد که اون زحمت ها و تلاش های هر روزه اش را رو از بین ببرد یا اینکه بی اجر و ثواب کند حالا شاید بپرسید دوستان و برادران عزیزی که آزم حج هستند شاید بپرسند که خب این اخطا و اشتباهات ممکنه شامل چی بشه من درباره ارکان صفات واجبات و امثال اون در عج عمره سخن نخواهم گفت میدونید که غالب حجاج ما به نیت حج تمتع می روند غالب حجاج ما به نیت حج تمتع می روند چون بعد از سالها ممکنه که در انتظار الان نوبتشون رسیده و وقتی به مناسک میرسند میخوان اول عمرشون را تمام کنند و در اون فرصت از احرام بیان بیرون و از فرصتی که هست برای ذکر و عبادت و استفاده کنند تا زمانی که روز هشتم میروند به منا و از اونجا هم روز نهم به عرفه و روز دهم ده هم برای مناسک حج آماده میشن در واقع این طرز ادای حج حج تمتو هست که اول عمره و بعد از اون تحلل و بعد دوباره لبیک به حج است از اشتباهاتی که ممکنه خیلی ها مرتکب بشن اینه که تصور کنند زمانی که میخوان در میقات احرام ببندند احرام در واقع هم لباس هست و هم نیته حالا لباس برای کی؟ برای مردان یعنی مردان یا حتی پسران و نوزادان آنها ی جنس ذکور هستند باید از لباس های دختنی بیان بیرون یکی از اشتباهات این است که انسان احساس کند که وقتی از میقات گذشت باید حتما بره غسل بکنه درسته غسل جزء سنت است تهارت داشتن جز سنته ولی اگر مثال میزدم کسی در هواپیما نشسته و خوابش برد و وضوع نداره و وقتی هم برای غسل نیست آیا در بالای میقات عبور کردن نمیشه نیت کرد بله باید نیت کنه بلکه واجب است در حقش که چکار کنه از واجبات عمره و حج است که وقتی از بالای احرام گذشت از بالای میخواد گذشت احرام کردن جز رکنه جزء جز واجبات هست و لذا اگر به عمد از میخواد تجاوز کرد باید چیکار کنه باید خون بریزد شاید خیلی از مادران و خواهران بزرگواری که آزم حج و عمره میشن در این فرصت ها به دلیل عذر شرعی بگن چون ما تاهارت نداریم و معذور به نماز هستیم پس بنابراین چی کار میکنیم؟ الان احرام نمی کنیم و نیت نمیاریم بعد که تاهر شدیم نیت میاریم نه خیل. باید نیت احرام ببنن چون گذشتن از احرام از میقات یا همان احرام کردن لبیک اللهم عمره لبیک اللهم عمره متمتعا بها الى الحج یا لبیک اللهم و حجا برای کسی که حج عمره را با هم میخواد انجام بده نیت های گوناگونی که راهنما و مرشد کاروان برای شما تکرار میکنه و به شما را یاد میده در اونجا تکرار کردن نیت به تهارت لزومی به تهارت و غسل نداره در هر شرایطی که باشید باید نیت رو به جای آورید و احرام رو ببندید یک از اشتباهاتی که شاید خیلی از خواهران ما مرتکب بشن اینه که برای رفتن برای احرام برای مناسک برای مراسم حج و خصوص در تواف و خصوص در روز عرفی و امثال اونها باید لباس با رنگ مخصوصی بپوشند یا با کیفیت مخصوص بشن در حالی که چنین نیست فقط اسلام برای مردان لباس احرام در نظر گرفته یعنی مردان یا پسران رو مجبور کرد که از لباس های دوختنی بیان بیرون با دو تا لونگ یکی به کمر یکی به روی شانه انداختن به این صورت خودشون آماده کنن برای ادای مراسم در حالی که خواهران به هر لباسی که عادت کردند و راحت تر هستند همون لباس را با همون رنگ و با همون کیفیت می پوشند یه لزوم به اختیار رنگ و کیفیت لباس نیست یکیش از اشتباهاتی که شاید بعضی از دوستان حالا خواهران یا برادران فر نمیکنه تصور کنن اینی که لباس احرام رو نمیشه عوض کرد اگر که کثیف شد اگر نجس شد اگر که آلوده شد به خاک و خون و کسافت و امثال اون شاید این اشتباه برای خیلی ها دیده شده که بسیاری از حجاج و معتمرین عزیز لباسشون کثیفه اما نمیخوان عوض کنن خیال میکنن این لباس باید تا آخر بپوشن این یکی از اشتباهاتی است که شایع است و خیلی ها مرتکب بشن در حالی که اینطور نیست انسان میتونه لباس را عوض کنه و از احرام دیگه و یا از لباس دیگه استفاده کنه یعنی به عبارت دیگر اگر همون لنگی که انسان به پا بسته در حال دستشوی رفتن یا تو خیابون را رفتن کسیف شد نجس شد یا به چیز آلده شد راحت میشه در جای خلوتی اون را عوض کرد با یک لنگ دیگه یا اگر خواهری لباس پوشیده و نجست به تعلق گرفت یا اه، 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 کسیف شد میخواد عوض کنه اشکالی نداره که عوض کنه آنچه که مانع شرعی است برای بطلان این احرامش اینه که در اگر هم میخواد دوش بگیره جایز است که دوش بگیره اشکال نداری ولی در هنگام دوش گرفتن از صابون و شامپو استفاده نکنه و همچنین بعد از اون از عطر و اتکلون هم استفاده نکنه ولی اینکه لباسش به حملات حالت کسافت باقی مومونه شرعا درست نیست باید لباسش رو عوض کنه یکی از اشتباهات شایع اینه که وقتی انسان وقتی حجاج معتمرین به مکه مکرمه میرسند بلا فاصله شروع میکنن با همون حالت خستگی و کوفتگی و به هم شروع میکنن سریح میخوان برن به مسجد الحرام برای ادای عمره در حالی که سنت این نیست یعنی این خلاف سنته سنت اینه که شما در به محض اینکه به مکه مکرمه رسیدید و جا گرفتید در اون فندقتون در اون مسکنتون یه غسل بکنید بهش میگن غسل قدوم مکه حال هوایی عوض کنید یه کمی شاداب بشید با تراوت بشید عرض کردم که در این غسل دیگه چون محرم هستید در حال احرام هستید دیگه از عطر و اتکلون و صابون و این چیزی که معطرات و بودار هست استفاده نمی کنید شاداب که شدید حتی اگر خستگی را دارید برای کسانی که از مدینه پنج ساعت تو رو هستند کسانی که از خود مثلا کشورهای همجوار چندین ساعت با اتوبوس یا با وسایل نقلیه دیگه تو راه بودند به حال میتونن حتی بخوابند استراحتشون بکنند بعد که بیدار شدن با یک تهارت با یک وضو با یک غسل جدید برن به حرم و در مسجد حرام عمرهشون رو آغاز بکنند یکی از اشتباهاتی که حجاج شاید مرتکب بشند اینه که زمانی که به مسجد الحرام میرن حتما الزاما خودشون مجبور میکنند از بابو از سلام برند در حالی که این شرط نیست الان مسجد الحرام ده ها بلکه صدها باب داره و فکر کنم اونطور که تصور بنده هست برای اینکه حجاج معتمرین از یک دروازه ای که سنت است شروع نکنند همون دروازه را اتفاقا میبندند و دروازه های دیگر را باز میکنند از هر دری وارد شده اشکالی نداره ولی آغاز شو، شو و شروع کار در انجام عمره از روبروی حجر الاسود هست یا اون زاویه ای است که حجر الاسود وجود داره حالا میخواد از طبقه همکف باشد یا از طبقه اول یا از پشت سطح بسله یا پشت بام خانه پشت بام مسجد حرام باشه در روبروی اون که قرار گرفتید از اونجا با اشاره بسم الله الله اکبر در حالی که تواف را برعکس اخربه ساعت و همونطور که میدونید همه حجاج دیگه در اون صحنه کسی برعکس دور نمیزنه شروع میکنید به تواف کردن و سنت اینه که انسان اگه بتواند بله بره به نزدیک حجر اسود لمس کنه بوس بده بوسه بدهد و حتی اگر میتونه پیشانهش را بر آن بسارد و این جز سنته اما در شرایطی که سخته و شلوغ هست بخصوص امروزها که میلیون ها مسلمان حجوم آوردند برای ادای حج و عمره دیگه از این سنت سرف نظر کنید و خودتون و دیگران را به دردسر سر نندازید چرا که ایزا و اذیت آزار رساندن به دیگران یا سبب شدن برای اذیت آزار دیگران خودش گناه است ولی زا توسعه پیشنهاد اینه که مثل خیلی از مسلمانان جاهل و نادان مرتکب این اشتباه نشید و خودتون را به حب کعبه به حب رسیدن به به عشق رسیدن به حجر الاسود خودتون تو در و, و گرفتاری نندازید و دیگران را به اذیت اذیت نکنید بلکه بهتری مسلمان اون که بتونه برای دیگران سلم و راحت باشه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده خیلی از ها را میبینید که با قد قواره های بلند و قوی متاسفانه دیگران را هل میدن دیگران را میندازند اذیت میکنند و کلی مردم سواب میشن تا اینکه خودشون رو به حجر اسود برسونن به اینکه از گناه است نه تنها اشتباس بلکه گناست و سوابی که نداره هیچ دیگران را اذیت کردید و ممکن حتی در شرایطی هم باعث مریض شدن شکست شدن یا تلف شدن یک مسلمان و یک بنده خدایی که مثل شما برای حج و عمر اومده بشید که پیشنهاد اینه و توصیه ما اینه که از این کار صرف نظر کنید هر جا که تر بود از همون جا روبروی حجر اسد بیستید و دستون را با احترام بلند کنید بسم الله الله اکبر و شروع کنید به توافتون یک از اشتباهاتی که بعد از این مطرح میشه اینه که ما کتابچه را میبینیم که بعضی تهیه کردن و برای هر دور یک دعای مخصوصی نوشتند گفتند دعای شوت اول یعنی دعای دور اول دور دوم دور سوم در حالی که اینا وارد نیست اینا جز کارهای مندرآوردی و بدعتایی است که رایج شده و هیچ مستندی از سنت ندارد بهترین دعا اون دعایی است که شما از قلب خالصانه بگید و معنای آن را بفهمید و به مغز و محتوای آن پی ببرید و با خلوص نیت اون رو از خدا بخواهید چون زمان طلب است میتونید دعای توحید داشته باشید لا اله الا الله وحده لا شریک لا له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر میتونید دعای خیره دنیا و آخرت داشته باشید بین بخصوص رکن یمانی و رکن حجر الاسود یعنی اون زل ای که حجر اسود قرار داره با زل ما قبلش بکنیم زل یا رکن یمانی بهش میگن زاویه یمانی چون به طرف یمن هست بین این زاویه را میتونید دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخیرت حسنا و قنا عذاب النار این یکی از جامع ترین شامل ترین دعاهای قرآنی است رسول الله صلی الله علیه وسلم بین رکن یمانی و رکن حجر اسود این دعا را میخوانده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ميت با اللهم هم بخانيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شنو ميكم اللهم در سنة در رواياتها الزبان الرسول أكرم صلى الله عليه وسلم با اللهم وارد شده ودر قرآن ولفظ ربنا و هر دوش درسته که بخوانید اشکال ندارید هم میتونید بگید که اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار هم میتونید بگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار این دعای جامع و شامل است بار الله ما را خیر دنیا و آخرت نصیب کن و از آتش جهنم ما را نجات بده اما اختصاص دادن دوره ها به دعاهای م... که هیچ مستندی از قرآن و سنت ندارد نوعی بدعته و نوعی اشتباهی است که بسیاری از بسیاری از حجاج معتمرین ما و تواف کنندگان در هنگام تواف مرتکب میشن علل خصوص اینکه یه وقت میبینی بله یه نفر جلو اون کتاب دست گرفته به عنوان رانما و 20 نفر 30 نفر 40 نفر دور خودش جمع کرده با صدای بلند میخواند و دیگران تکرار میکنند دعای دست جمعی خیلی بلند اللهم اللهم ربنا ربنا آتنا آتنا این لزوم ندارد هر کس هر دعای بلده خودش بخواند دعای دست جمعی وارد نیست در کنار خانه خدا هر کس هر کسی خودش بلده بله اگر کسی به منوانی راهنمای یک شخصی که همراه اوست مثل پدر مثل مادر مثل عمه مثل خاله مثل کسی که از خودش پیرتر یا بی سواد هست تکرار میکنه دعایی را با خلاص اون هم باش تکرار میکنه و مزاحمتی ایجاد نمیکنه برای دیگران اشکالی ندارد اما که یک گروه خیلی بزرگ با همدیگه دست به دست هم بدن و صحنه حرم را اشغال بکنند این جز اشتباهاتی است که بسیار از حجاج متاسفانه مرتکب می یکی از اشتباهاتی که حجاج مرتکب میشند در هنگام طواف اینه که سعی میکنن حتما خودشون رو به دیواره های کعبه برسونند و بخصوص آنهایی که جاهل هستند خیال میکنند رکن یمانی هم میشه چکار کرد لمس کرد به جای حجر الاسود این یکی از اشتباهات رایجی خود و خودتون به چشمای خودتون هایی کسا به حج و عمر مشرف, مشرف میشن میتونن نزدیک ببینن که بسیاری از مسلمانهای جاهل و خصوص اونهایی که عجم هستند و از راه های دورتر اومده اند و سواد و معلوماتی در این زمینه ندارند به کرات میبینید که با اینکه پلیس ایستاده با اینکه علما ایستادند های علم ایستادند و آنها رو دور میکنند باز هم از اون دور خودشون پرت میکنند روی روی به صلاح خانه خدا و خوبه که سر این که دیدید حج خانه خدا یا کعبه رو در ایام حج و تواف از امروزا پرده هاش را بلند کردن تا نیمه تا جایی که دست نمیرسه به خاطر اینکه متاسفانه همه به پرده ها آویزون میشن و با تبرک به اون و لمس کردن اون خیال میکنن که میتونه حاجت برآورده بشه حاجت برآورده شدن با دعای مخلصانی است که انسان در بارگاه حق می کند یکی از اشتباهاتی که خیلی از حجاج در هنگام عمره انجام میدن اینه که مقام ابراهیم را میرن حتما خودشون به مقام ابراهیم باید برسونن و اون رو لمس کنند در حالی که مقام ابراهیم برای لمس کردن و برای دعا کردن نیست بلکه چون مقام ابراهیم در روبروی در خانه کعبه تقریبا یک کمی دورتر قرار داره و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بوده که پشت آن نماز سنت تواف میخونه میدونید بعد از هفت تواف یعنی شروع از روبروی حجر اسود و هفت دور کامل میشه هفت تواف پیامبر صلی الله علیه و سلم می اومدن در پشت مقام ابراهیم و در آنجا اینکه میگیم مقام ابراهیم قبر ابراهیم یا مزار ابراهیم نیست در اونجا اینو تصور نکنید بلکه اون جای سنگی است که از ابراهیم روش ایستاده و خانه کعبه را بالا برده و اون را بهش میگوتند مقام ابراهیم یعنی جایی که ابراهیم ایستاده بوده در واقع و این در اصل کنار خانه کعبه بوده ولی کم کم در طول مدت تاریخ هی به سیل و باز مثلا سازی کعبه عقب کشیده شده تا به اونجایی که الان امروز هست سنت اینه که مقام ابراهیم رو بین خودت و بین چی قرار بدید بین کعبه قرار بدید پشت مقام ابراهیم نماز بخونید حالا اگر این میسر نشد که میسر هم نمیشه به خاطر اینکه صحن حرم شلوغ هست و صدها هزار نفر مسلمان تو حرم دارن چیکار میکنن یک پارچه دارن تواف میکنن بنابراین خودتون رو به مشقت نندازید و اشتباه نکنید که حتما باید اینجا بیستید تا اینکه سواب کسب کنید در ازای اون آخر سحن حرم حتی پشت بام طوری بیستید که این مقام ابراهیم بین شما و بین خانه کعبه باشه همین کافی است سنت را به جا آوردید اجر و ثواب سنت را دارید اذیت آزارم به کسی نرسوندید بعد از اون میرید به طرف شیرهای آبی که از زمزم هست و در اونجا آب زمزم می نوشید و به سر و صورت خودتون می رسید و دعا می کنید اما که با اون آب وضو بگیرید یا اینکه زیاد از اون آب استفاده بکنید این جز سنت نیست چون اصراف و تبذیر و ریخت و پاش کردن جز سنت اسلامی نیست هر کجا که باشیم یکی از ممکنه که اگر به جای سواب ممکنه گناه کسب کنید پس به اندازه نیاز از اون آب بنوشید و به سر و صورت خودتون بریزید اما اگر نیاز به تجدید وضو نیست از اون آب برای وضو هم استفاده نکنید تا بذارید به دیگران هم نوبت برسه بعضو میرید به طرف چی تپه صفا برای شروع شروع سعی بین صفا و عمره صفا در سه طبقه میتونید شروع کنید همکف، طبقه وسط و طبقه بس اول یا طبقه پشت بام و لزومی نیست که حتما شما بالای خود تپه بیستید در کنار تپه ایستادن کافی است از اونجا شروع میکنید با دعای لا اله الا الله وحده لا شریک له رو به کعبه تا آخرش میخونید و بعد شروع میکنید به چی به سعی بین صفا و مروه صفا یک تپه است مروه تپه دیگر است رفتن از صفا به مروه میشه یک سعی برگشت میشه سعی دوم خیلی از حجاج معتبرین ما چهارده بار رفت آمد میکنن خیال میکنن هی رفت و برگشت یک سعی نوشته میشه در حال که اینطور نیست رفت و برگشت دو تا سعی هست این یکی از اشتباهاتی است که خیلی ها دانن، خودشون رو بسیار خسته میکنن اتفاقا در سالهایی که حج داشتیم خیلی دوستان که نمیپرسیدن مرتکب اشتباه میشهدن. خیال میکردن که رفت و برگشت یک سعی حساب میشه و به خاطر چارده بار رفت آمد میکردن دو برابر دیگران خسته میکردن خودشون تا اینکه سعی صفا عمر انجام بده اینی که از اشتباهات بسیار شایع است متاسفانه پس صحیح اینه که یک بار از صفا به طرف مروه یک سعی از مروه به صفا یک سعی دوم و سه بار رفت آمد میشه شش بار و بار هفتم که به مروه رسیدید میشه عمرت سعیتون تموم شده حالا در میان صفا و مروه یکی از اشتباهاتی که باز رخ میده اینه که بین دو پرچم سبز نشانه کف اون وادی یا دشتی بوده که بین تپه صفا میدونی تپه صفا خب یک سراشیبی داشته دیگه این در بله بیننده رو لطف کنید بفرمایید بفرمایید برادر عزیز سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات خسته نماشیم برادر بسن... عزیز بفرمایید داری داشتم بله خواستم بدونم بعد از انجام حج عمره نرسیدن به هستم زیجه برای نماز کندم به قبل باید تواف بکنیم یا بجازه میکنیم بعد از انجام حج عمره تمام کردید؟ بله خب موقعی که دیگه منتظریم برای اشتام زیهجه برای نو ما یعنی موقعی دیگه برای ها بعضی که مادام. عمره تموم شده بله بله قبل از حج بله بله خب الان سوالتون چیه؟ خواستم بدون موقعی میریم نماز بخونیم به طبعه باید تواف کنیم یا دیگه بله بله لازم نیست درسته درسته چشم خیلی ممنون خواهش میکنم خب جواب این برادر از بدم تواف هر وقت وارد مسجد الحرام شدید سنته تواف خانه خدا هر وقت وارد مسجد الحرام علما میگن که تحیت مسجد الحرام تواف است. تحیت مسجد شما وارد هر مسجدی که ابتداد ابتدا داره که نماز سنت میخونید در مسجد حرام نماز سنت به این صورت تحیت مسجد نداریم بلکه ابتداعا باشیه با تواف هست مگر در شرایطی که شما تشخیص بدید تواف براتون مشکل نمیتونید و باعث درسه برای دیگران هم میشید اگر همچون شرایطی هست نماز سنت میخونید میشینید و به نماز و دعا و ذکر و تلاوت قرآن امثالین هم همشون میشید ولی اصل اینه که تواف کنید اصل اینه که هر کس وارد مسجد حرام شد تواف کنه دوستان اشاره میکنن که وقت بسیار کمه چشم من این اختار بسیار زیاده حجاج مرتکب میشن سعی میکنم مختصرترش مختصر ترش کنم یکی از اشتباهاتی که حجاج ما مرتکب میشن اینه که دین اون به سلاس علمین اخترین یا به قول دو پرچم سبزی یا دو علامت سبزی که در بین صفا مروه هست زن و مرد همه با هم میدوند در حالی که فقط برای مردها سنت است که اونجا بدوند یا خیز بزنند اما زنها باید همونطور به طور مدارا را برند زنها دیگه سعی در اونجا ندارند زنها سعی ندارند آنچه که هست اینه که چیکار مردها فقط سعی میکنند یعنی به صورت تند میدوند در اون میان بعد از اینکه مراسم عمره تمام شد باید حلق یا تقصیر باشد دیگه مردان باید موهایشون را یا کوتاه کنند کامل باید کوتاه کنند بعضیا برمیدارن فقط از آخر سرشون تیکی برمیدارن این حلق به جا نیومده حلق تقصیر به جای نیومده تقصیر یعنی کوتاه کردن کل موی سر یعنی شما میرید پیش یک حلاق یا که یک آرشگر بهش میگید کوتاه کن میاد با شماره چهار با شماره شش یا هر چی دیگه کل موی سرتون رو کوتاه میکنید ولی مو میماند برای روز هشت که دوباره تیغ بزنید اما یه دی فقط برمیدارن از آخر موهاشون یه ذره کوتاه میکنن مردها رو میگم این تقصیر به جا نمیاد و این ناقص کارشون و میتونن حلق بکنن میتونن تیغ بزنن هم اشکال نداره ولی یه اشتباه این است که کسی که هنوز از احرام در نیومده نمیتونه کار انجام بده خیلی از هم با هم دیگه دوست هستن یا خیش اقوام با هم رفتن دستگاه خودشون رو آوردند هنوز کسی که از احرام بیرون نیومده بهش دستگاهشو میده میگه که حالا موی سر منو کوتاه کن بعد من موی سر شما رو کوتاه میکنم این اشتباس کسی که در احرام هست حق کوتاه کردن موی دیگری هم ندارد همچنان که حق موی کوتاه کردن موی خودش هم نداره یکی از اشتباهاتی که ممکنه خیلی از حجاج ما, ما مرتکب بشن اینه که در ایام منا سعی میکنن در مکه باشن میگن خب در مسجد حرام بودن شاید فضیلت بیشتر داشته باشه در حالی که از روز هشتم به بعد که مردم به منا بعد به عرفه بعد مزدلفه بعد منا دوباره برمیگردن فقط برای سعی و تواف افاده در روز حج روز دهم ده برمیگردن به مسجد الحرام باید بیشتر اوقاتشون در منا و عرفات باشد ولی سنت اینه در حالی که خیلی مسلمان ها برمیگردن به داخل شهر بعد میگن که ما در می‌خوام در حرم نماز بخونیم و کارامون رو انجام بدیم و آخر شب یه یک ساعتی میرن فقط در منا بخونن بخوابن درسته رکن واجب را به جا آوردید یعنی مبیت در منا جز واجباته کسی نماند عمدن خون برگردنشه ولی بحث اینجاست که شما برای بهتر انجام دادن مناسک حج رفتید سعی کنید که ایام منا در منا باشید در اونجا به ذکر و تفسیبی و استغفار بپردازید یکی به خودتون از نظر معنویت برسید این عبادت خودتون را آبیاریش کنید با روح تقوایتون و ایمان و اخلاصتون تا اینکه انشاءالله سمره اون محفوظ باشه در هنگامی که حجاج در روز نهم ما خیلی مجبوریم سریع این بحث رو ادامه بدیم با اون اینکه خیلی از حجاج خیلی از حجاج ما در هنگام تواف در هنگام تواف در تواف های بعدیشون هم چیکار میکنن دوششون رو بیرون میکنن در حالی که این اشتباهات بسیار شایی است خیلی ها شما میبینید در روز حج روز عید حج هم هنوز دوشاشون بیرونه در حالی که دوش بیرون کردن برای حجاج مرد در زمانی که احرام بسته است فقط برای چیه برای تواف قدوم هست تواف اولین توافی که به عمره هست به مکه میرسه اما تواف های بعدی و تواف روز عید و تواف ودا دیگه دوش بیرون کردن لازم نیست بلکه باید دوش پوشیده باشد رو دقت بکنید <applause> یکی از اشتباهاتی که شاید خیلی از دوستان حجاج و معتمرین ما مرتکب بشن اینه که سعی میکنند حتما وقوفشون در روز عرفه در بالای جبل الرحمه باشد در حالی که اون سنت اشکال نداره هر کسی که بتواند تنها باشه باعث اذیت از آزار دیگران نباشد در جبل الرحمه یا جبل عرفات در اونجا جبل الرحمه. جبل عرفات الرحمه. بله تشریف داشته باشه و اونجا دعا کنه خوبه ولی شرط نیست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که وقفتو ها هنا و العرفت کل منقف من اینجا استادم ولی کل عرفه چیه منقف است یعنی جای ایستادن وقوف و دعا هست پس بنابراین هر کجا که بودید از همونجا به معنویت و کیفیت دعا و اخلاص و تسبیح و ذکر و استغفار اهمیت بدید نه اینکه شکلیات را رعایت کنید خودتون را برید حتما بالای یه تپه در اونجا هم از گرما از تشنگی ممکنه که اذیت بشید یا اینکه دیگران را باعث اذیت دیگران بشید بعد بگید که بله من در بالای جبل عرفه بودم این جز اشتباهاتی است که خیلی ها مرتکب میشن یکی از اشتباهاتی که در خود حرم پیش میاد متاسفانه دیدید نمازهای پنجگانه برقرار میشه و هنوز خیلی از حجاج و معتمرین ما دارن توافشون رو ادامه میدن در حالی که تواف رو میشه بعد نماز ادامه داد ولی نماز دیگه میشه شخ... کارش کرد شما دارید نماز جماعت رو دست میدید پس بنابراین هر کجا که بودید چی در تواف چی در سعی هر کجا بودید وقتی اقامه کرد همونجا بیستید برای نماز و از همونجا دوباره بعد از نماز دوباره شکار کنید. ادامه بدید این که میبینید خیلی از حجاج در صحن حرم یا در بین صفا و مروه دارن حرکت میکنن در حالی که نماز اقامه شده و امام داره نماز میخونه این اشتباهی یکی از اشتباهات بزرگ حجاج هست که باید یادآوری بشن و اگر این رو دیدید حتما یادآوری کنید در اونجا بهشون بگید برادر خواهر 20 نماز تو بخون بعد ادامه بده دوستان ما از اتاق فرما میگن که وقت برنامه تمومه من دوست داشتم که خیلی از مسائل دیگه هم در باب زیارت و مسجد النبی و همچنین در اشتباهاتی که ممکنه که در جاهای دیگه حالا در شب بازگشت از عرفه در مزدلفه و همچنین در صبح که لم یه جمرات میکنن صبح روز عید و در قربانگاه و امثال اینها اشتباهاتی بسیار زیادی است که خیلی از حجاج مرتکب میشن اگر اجازه دادن فردا شب در خدمتشون باشم ادامه میدم این بحث رو چون بحث بسیار مهمی است و اشتباهات زیادی خیلی از دوستان حجاج و متمرین مرتکب میشن چون وقت برنامه تمومه منم دیگه از خدمت مرخص میشم و الله و, و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبی اجمعین و الحمد لله رب العالمین